حرم مطهر امام علی علیه السلام و موکب‌های حسینی در شهر نجف اشرف خود را برای بزرگداشت اربعین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و شهادت امام جعفر صادق علیه السلام آماده می‌کند. شایان ذکر است نجف اشرف در این روز شاهد حضور گسترده خیلی عظیمی از زائران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت از داخل و خارج عراق خواهند بود. در همین راستا آستان مقدس علوی آمادگی امنیتی و خدماتی خود را برای گرامیداشت اربعین علوی و سالگرد شهادت رئیس مکتب شیعه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام اعلام کرد. از سوی دیگر هیئت‌ها و موکب‌های حسینی نیز با اعلام آمادگی برای پذیرایی از زائران و عاشقان اهل بیت علیهم السلام به مناسبت بزرگداشت این دو مناسبت اقدام به برگزاری طرحی یک پارچه برای پذیرایی از زائران و تعظیم شعائر و اقامه عزا در حرم مطهر علوی و اطراف آن نمودند. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده از مراکز مرتبط با بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی با انتشار بیانیه رسمی خطاب به شرکت کنندگان در سمینار جهانی اقتصادی که در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار می شود، از این شرکت کنندگان خواست گامی مؤثر در راستای کاهش مشکلات مردم کشورهای منطقه بردارد. در این بیانیه بر مشکلات حقوق کار و نیز مشکلات رفت و آمد مردم‌های کشورهای مختلف تمرکز شده و همچنین خواستار پایان یافتن اختلافات و درگیری‌ها در منطقه به ویژه در کشورهای اسلامی و عربی شده است. سازمان جهانی نفی خشونت همچنین در بیانیه خود خواستار تلاش کشورهای مختلف برای برداشتن گام‌های مؤثر در راستای پایان یافتن جنگ غزه و دستیابی به راه حل نهایی مشکل دولت فلسطین شد. خبری از شیعیان در نیجریه. دادگاهی در نیجریه علیه پلیس این کشور حکمی را صادر کرد و پلیس را موظف به پرداخت غرامت به سه خانواده شیعه نمود. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از روزنامه نیجریه لجیت، دادگاه این کشور در روز 28 آوریل 2024 علیه پلیس نیجریه حکمی را صادر کرد و پلیس مجبور به پرداخت غرامت به مبلغ 300 میلیون نایره به دلیل کشته شدن سه شهروند شیعه در این کشور نمود. گفتنی سه شهروند به نام های جعفر مگاجی و علی لوال و محسن باداماسی هنگام شرکت در مراسم بزرگداشت عاشورای امام حسین علیه السلام در سال 2022 توسط پلیس این کشور مجروح و کشته شدند. دادگاه بر اساس مواد قانون اساسی این کشور پلیس را موظف به پرداخت 100 میلیون نایرو به هر خانواده شهید و همچنین نامه عذرخواهی به خانواده های ایشان نمود. اداره اماکن زیارتی سازمان اوقاف شیعیان عراق از ادامه بازسازی مزار امامزاده عبدالله بن زید در استان بابل عراق خبر داد. این اداره با انتشار اطلاعیه‌ای افزود عملیات عمرانی بازسازی مزار امامزاده عبدالله بن زید در استان بابل عراق همچنان ادامه دارد و با سرعت در حال پیشروی است. گفتنی است در عملیات بازسازی قبه، درب و دیوارهای این مزار مبارک بازسازی می شود. قطر قبه این مزار 8 متر و ارتفاع درب این امامزاده 10 متر و عرض آن نیز 10 متر است. عملیات بازسازی به طور کامل توسط هنرمندان و مهندسان عراقی در حال انجام است و از کاشی‌های زیبا با معماری اسلامی استفاده می شود. به گفته مسئولان سازمان اوقاف شیعیان عراق، هدف از بازسازی این مکان مقدس آماده کردن فضای مناسب برای استقبال زائران بیشتر و ارائه خدمات مناسبتر به زائران است. خبرگزاری رسمی بحرین اعلام کرد که شرکت هواپیمایی گلف ایر بعد از 4 سال توقف پروازهای خود را به عراق از سر می گیرد.
این خبرگزاری افزود که پروازها در سال 2020 به علت همه‌گیری کرونا متوقف شده بود. در همین راستا زاید بن راشد آل زیانی رئیس هیئت مدیره گروه گلف ایر تأکید کرد از سرگیری پروازهای مستقیم بین بحرین و عراق گام مهمی در چارچوب تلاش‌های این شرکت برای ادامه توسعه شبکه هوایی خود است. گفتنی است گروه گلف ایر پیش از همه‌گیری کرونا پروازهای خود را به شهرهای بغداد، اربیل و نجف اشرف انجام می‌داد. در روزهای اخیر شرکت هواپیمایی عربستان نیز اعلام کرد که پروازهای خود را به مقصد نجف اشرف از سر می‌گیرد. لازم به ذکر است اعلام بازگشت پروازها در میان استقبال چشمگیر شهروندان به ویژه مسلمانان شیعه که مایل به زیارت عتبات عالیات در عراق هستند صورت گرفت. خبری از کشور پاکستان. ویدیویی که برای خبرنگاران پاکستانی منتشر شده قاضی پاکستانی را نشان می‌دهد که توسط مردان مسلح و شبه نظامی گروه سنی های تندروی طالبان گروگان گرفته شده و در این ویدیو او طلب آزادی خود را می کند. در این ویدیو شکیر الله مروت به تنهایی ظاهر می شود و در مقابل پارچه‌ای سیاه نشسته و می گوید که روز شنبه توسط طالبان پاکستانی گروگان گرفته شده است. در این کلیپ ویدیویی او از رئیس قوه قضاییه پاکستان درخواست کرد که فوراً به خواسته های شبه نظامیانی که او را بازداشت کردند پاسخ دهد تا آزادی وی را ممکن کند. گفتنی است طالبان پاکستانی مسئولیت این آدم ربایی را بر عهده نگرفته و در مورد این ویدیو نیز تا کنون بیانیه منتشر نکردند. لازم به ذکر است استان مرزی پاکستان اخیراً روزانه حملاتی را به نیروهای امنیتی و پایگاه‌های آنها توسط شبه نظامیان مرتبط با تحریک طالبان پاکستان TTP که معمولاً به عنوان طالبان پاکستانی شناخته می‌شوند تجربه می‌کند. ۱۹۱ خانواده پناهجوی عراقی ساکن اردوگاه الهول از این اردوگاه به عراق بازگشتند. به گزارش میدل ایست نیوز، مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه با هماهنگی پارلمان عراق 191 خانواده پناهجوی عراقی ساکن الهول را روز یک شنبه از این اردوگاه به عراق باز می‌گرداند. به گزارش خبرگزاری محلی هاوار، به عنوان بخشی از هماهنگی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه و کمیته مهاجرت و پناهجویان پارلمان عراق 191 خانواده دارای تابعیت عراق روز یکشنبه 28 آوریل اردوگاه الهول را ترک کرده و به عراق برخواهند گشت. لازم به ذکر است که از ابتدای سال میلادی جاری این دومین دسته از پناهجویان عراقی ساکن اردوگاه الهول هستند که به عراق باز می‌گردند. و خبر پایانی امشب یک خبر علمی است. میگرن یک بیماری شایع عصبی است که باعث درد شدید و احساس تپش در یک طرف سر می‌شود. این بیماری ممکن است چندین ساعت طول بکشد یا تا چند روز ادامه یابد. معمولاً درد میگرن همراه با حالت تهوع، استفراغ، حساسیت به نور یا صدا، سرگیجه، اختلالات بینایی یا بی‌حسی صورت همراه است. رژیم میگرن یک برنامه غذایی محتاطانه برای پیشگیری و کاهش درد میگرن است که تا حد زیادی میتواند به کنترل این حساسیت بدن کمک کند. از جمله مواد غذایی که برای تسکین درد میگرن مناسب است، می توان به ماهی و غذاهای سرشار از امگا 3، کاشو، بادام و دانه کدو به دلیل مقدار بالای منیزیومی که دارند، بلغور جوی دوسر، اسفناج به خاطر فولیک اسید و ویتامین B بالایی که دارد و خوردن آب روزانه 8 لیوان اشاره کرد.